سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت خدا نزدیکترین راه، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من ابتدا بخشی از روایاتی که در جلسات قبل بحثاشو کردیم اما نرسیدیم متن روایت رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، اون روایات رو عرض بکنم که ضمن این روایت ها خلاصه ای از مباحث جلسات قبل هم در ذهنمون مرور خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: الایمان فی قلب الرجل ان یحب الله. ایمان در قلب یک انسان معناش اینه که خدا رو دوست داشته باشه. لذا بین ایمان به خداوند متعال و محبت به پروردگار نباید فاصله ای قائل شد. حتی با بحث هایی که جلسات قبل کردیم دیدیم که کسانی که اعتقاد دارن به وجود خدا، خدا تو قرآن کریم اونها رو بهشون میفرماد کافر. چرا کافر هستن؟ خب لابد همین محبت رو ندارن، اون تعلق خاطری که باید ایجاد شده باشه نسبت به پروردگار اون در دلشون نیست. ولی اگر ازشون بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خالق ما خداست. این چه کافریه که میگه خالق من خداست؟ خیلی وقتا این مشهور شده که بله، کافر کسیه که معتقد نیست خدایی وجود داره، به عالم غیب اعتقاد نداره. در جاهای مختلف قرآن وقتی از کافران توصیفی به میون میاد، شما میبینید که این کافران به انواع مختلف به امور غیبی اعتقاد دارن، میدونن این هست، حالا یا آگاهی دارن یا حتی یقین دارن یا حتی اعتقاد دارن. نمیدونم اعتقاد رو چی ترجمه میکنیم، اما ایمان ندارن. به اینها مؤمن گفته نمیشه، انگار ایمان معناش چیزی جز آگاهی و حتی اعتقاد به غیب هست. ایمان پیوندیه که بین قلب انسان و خداوند متعال برقرار میشه. شهید مطهری هم میفرمود ایمان چیزی از جنس گرایشه، ولی بعضی ها اعتقادشون چیزی از جنس نگرش یا مثلا عقل نظری است. یعنی قبول کردن، عقلا باور کردن که خدا هست، نمیشه نباشه، اما هنوز جزو مؤمنین به حساب نمیان. حتی اگر عبادت کنن، حتی اگر نسبت به اون چیزی که از نظر ذهنی قبول کرده انعطافی نشون بده و در عمل اطاعتی بکنه، هنوز جزء مؤمنین نیست. خب بله، اونها رو جزء مسلمان ها میشه به حساب آورد. پس به این ترتیب معنا و مفهوم ایمان به محبت خیلی نزدیک میشه که اینجا در این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام اصلا ایمان رو همون محبت میبینن. قبلا مرور کردیم امام باقر علیه السلام دین رو محبت می دانستن و چیزی جز محبت نمی دانستن، و حتی امام باقر علیه السلام محبت رو هم دین می دانستن. یعنی هر کسی بر چیزی علاقه داره اون دینشه. دین زیاد چیز عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست، همین چیزیست که ما دوست داریم. خب ما خیلی چیزها رو دوست داریم، برای چی اونا رو دوست داریم؟ ما این رنگ رو دوست داریم،
رفاه رو دوست داریم، ما نمیدونم مقام رو دوست داریم، اینا رو برای چی دوست داریم؟ برای حب نفسه که اونا رو دوست داریم. پس ما محبتمون خلاصه میشه در یک محبت، میشه حب نفس، میشه افرعیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی اون کسی که خدای خود را خودش قرار داده است، هوای نفس خودش قرار داده است؟ خب پس اینم شده یه نوع پرستش، چون اله چیزیه که آدم میپرسته او رو. پس اگر کسی خودخواه باشه خود پرست است. پس این سخن امام باقر علیه السلام هم از این آیه قرآن معلوم تر میشه که الحب هو الدین. شما اگر خودت رو دوست داشته باشی پس خودت اله خودت هستی. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اله خودش رو هوای نفس خودش قرار داده. هیچ هوا پرستی نمیگه من هوا پرستم، من پرستش بت نفس میکنم. میگه من دوست دارم، دوست دارم. خب دینم همینه دیگه، خدا پرستی هم همینه دیگه. چیه؟ خب چون دوست داری یعنی پرستش میکنی دیگه. الحب هو الدین، همین چیز دیگه نیست. اینکه آدم خودخواه باشه یا خود دوست باشه بعد بگه من خدا پرست هستم، این البته تناقضه که در روایت دیگری دیدیم حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. یا شما خودتو دوست داری یا خدا رو، نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد. اینجا میفرماید حب الدنیا. صاحب محجت البیضا یادم هست قدیما ما چون امام رضوان الله تعالی علیه خیلی به محجت البیضا علاقه داشتن، ما هم میرفتیم بیخوندیم، بعد میگفتیم که خب ببینیم امام چه کتابی رو علاقه داره. اونجا یه فصلی دارن درباره دنیا، میفرماید الدنیا و ما فیها الدنیا، دنیا و هر چه درش هست میشه دنیا. حب الدنیا شامل همه محبت ها میشه، حتی حب نفس. لذا جایی میفرماید حب الدنیا رأس و کل خطیعه، حب نفس هم جزوش به حساب میاد. مگر اینکه اینها رو به خاطر خدا دوست داشته باشی که اون وقت یه قصه کاملا فرق میکنه. حب فالله هم یه زیر مجموعه حب الله قرار میگیره. هر چی دوست داشته باشی به خاطر خودت همه زیر مجموعه حب نفس قرار میگیره. هر چی دوست داشته باشی به خاطر خدا، همه خانواده‌ت هم به خاطر خدا دوست داشته باشی، اونا همه تو مجموعه حب الله قرار میگیرن. خب من دو تا بحث میخوام خدمت شما عرض بکنم اگر فرصت بشه. یکی درباره ضرورت حب الله، که آیا این دسر قضای دینه، این برای ترقیق قلب و برای تنظیم و بفرمایید تزیین روح انسانه که ما به محبت خدا دعوت میکنیم یا نه، یه واقعی یه ضرورته. روایت دیگری غیر از این روایتی که خوندم براتون که ضرورت رو تا حدی نشون میداد، صریح‌تر این رو به ما نشون میده. امام صادق علیه السلام میفرماید لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ولده و اهله و ماله من الناس کلهم. میفرماید که ایمان ندارد، یعنی ایمان ندارد نمیفرماید، فقط ممحض نشده در ایمان، ایمان در قلبش جا نگرفته حسابی، مگر اینکه خدا رو از خودش، از پدرش، از مادرش، از فرزندش، از اهلش، از مالش و از همه مردم بیشتر دوست نداشته باشه. حب الله تازه باید اندازه خودش هم نشون بده. پسر سر راه پادشاه قرار گرفت، همه رفتن کنار، در رفتن، پادشاه داشت می اومد، گفتن برید کنار، پادشاه داره میاد. این پسر وایساد، گفتن تو چرا در نرفتی؟ گفت خب برای چی در برم؟ گفت خود پادشاه داره میاد. گفت خب بید رد شه، من که سر راهشو نگرفتم، بید این کنار رد شه، راه هست. گفتن نمیترسی تو از پادشاه؟ گفت نه نمیترسم. پادشاه میدید، گفت بیاریدشون، هم چه بچه با جسارتیه. بردنش این بچه رو پیش پادشاه و بعد
پادشاه بهش گفتش که چرا از من نترسیدی؟ گفت ترس نداری تو، من چیکار می‌خوای بکنی؟ من چرا بترسم؟ خوشش اومد ازش یه سکه بهش داد، گفت بگیر این مال تو، مال جسارتت، خوشم اومد. گفت یه نگاهی کرد، گفت نمیخوام، برگردون. گفت سکه از پادشاه داده، بگی ببر دیگه. گفت نه، من اگر این سکه رو ببرم مادرم با من دعوا خواهد کرد، میگه این سکه رو از کجا آوردی؟ گفت خب بگو پادشاه داده. گفت دیگه بیشتر دعوا میکنه. چرا؟ یه پادشاه سکه بده یه دونه نمیده، اینو از کجا آوردی؟ 10 تا سکه بهش داد، گفت بیا بگی برو. حالا مثلا طرف میگه من خدا رو دوست دارم. ببین کسی خدا رو دوست داشته باشه اینجوری نیست. اون چیه تو دوست داری من نمیدونم، تو حب الله رو دوست داری. حالا این درسته، میتونم قبول کنم، یعنی دوست داری خدا رو دوست داشته باشی، اینم به خاطر کشش فطریته. اما خدا رو دوست داری خالی نبند. دوست داشتن خدا اینجوری نمیشه. روایتشو براتون خوندم، حب الله لا یمر علی شیء الا احترقه. این امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌فرماید. محبت خدا آتشه، از چیزی عبور بکنه آتش می‌زنه. آقا من دستم کاملا سوخت الان داشتم میومدم. بله، کسی دستش بسوزه کاملا هم بسوزه چیزی لبخند نمی‌زنه، بعد اینجوری هم برای ما حرف بزنه، حتما طور دیگه ای شده. نه، دستم کامل سوخت، جزغاله شد. بابا دست شما بسوزه که الان باید هلاک شده باشی، بیمارستان باشی، نمیشه که آخه. یعنی یا آتش نمیدونید چیه، یا سوختن نمیدونید چیه، یا دست نمیدونید چیه، یا همشو نمیدونید چیه، قاطی کردی، نمیشه که. آقا ما خدا را دوست داریم، حب الله لا یمر رو علی شیء الا احترقه، به چیزی عبور کنه آتش میزنه، چیزی باقی نمیگذاره، خاکستر میکنه بقیه چیزا رو. اون وقت شما چجوری خدا رو دوست دارین؟ اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه، خدا رو دوست خواهد داشت از همه چیز بیشتر. حالا اگر کسی خدا رو از همه چیز بیشتر دوست نداشت چی؟ باید بره سر ایمانش تردید بکنه. جایی از روایات میفرماد اصلا ایمان نداره، مثل اون جایی که میفرماد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و اطرتی احب من اطرته. ایمان ندارد کسی که پیامبر را، پیامبر گرامی اسلام میفرماید، تا من را بیشتر از خودش دوست نداشته باشد، تا فرزندان مرا بیشتر از فرزندان خود دوست نداشته باشد. بابا اینا حرفای واقعیه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، همه انبیاء گذشته به عشق آخرین پیامبر زندگی میکردند و بندگی میکردند، قربانی نکرد دیگه، نخواست، خدا ازش نگرفت، فرمود قبوله، امتحان تو خوب دادی، برو دیگه، نمیخواد بچه تو قربانی کنی. دلش گرفت، سوخت، گریه کرد، گفت عبد دوست داره برای مولای خودش قربانی بده، اینو چی کارش کنم؟ حالا بچه هم سالم مون، ممنونتم، اون قربانی دادن اونو چی کارش کنم؟ بعد در روایات هست که میفرماید که خداوند متعال به او وحی فرستاد که ابراهیم تو خودت رو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ گفت خب معلومه آخرین پیامبر رو. فرزند خودت رو بیشتر دوست داری یا فرزند آخرین پیامبر رو؟ گفت خب معلومه فرزند آخرین پیامبر رو. گفت اگر تو فرزند خودت قربانی بشه بیشتر میسوزی یا فرزند آخرین پیامبر که از نسل توه؟ گفت معلومه فرزند آخرین پیامبر که از نسل من قربانی بشه من بیشتر آتش میگیرم، چون رو بیشتر دوست دارم. خدا فرمود که ابراهیم من آخرین پیامبر فرزندش که قربانی میشه به نام حسین، او رو از تو قبول میکنم. پرده رو زد کنار، قربانی عظیم کربلا رو دید، دیگه میسوخت و گریه میکرد. یقینا برای فرزند خودش اینجوری نمیسوخت. محبت اینجوری، اینا قواعد عالمه. حالا ماها دینمون معمولا حد اقلی منتقل میشه. چرا؟ علتش هم عرض بکنم. ما فکر میکنیم که معرفت دینی یعنی این که اگر بی دینی آمد مقابل تو بتوانی با او مخاصمه کنی در استدلال و با علم کلام مثلا یا حتی فلسفه
او را متقاعد کنی به اینکه خدایی هست. اینو بهش میگن الان علم، میدونید اینو بهش میگن باسواد، سر این نمره میگیرن دانشجو هستن. بعد تا بخوان از حب الله و رابطش با ایمان صحبت بکنن میگن این دیگه نمره نداره، یه رو برو روزه اینا اونجا بهش میگن دیگه. نمیدونم آموزش اصلی کدومه، آموزش فرعی کدومه، اینا بالاخره قابل تأمل دیگه. معارفی که ما منتقل میکنیم حد اقلی هستن معمولا در آموزش هامون. فکر میکنیم این حد اقلا هو دین، این همون دینه. نه، اینا حد اقل دینه. کی گفته اینا رو دین اسمشو نذارید اینا رو؟ تو جواب یک معاند لجوجی رو بدی در مقام جدل یا حتی در مقام استدلال. من به شما بگم استدلال تمام باشه در اثبات حقانیت دین، مؤمن درست نمی کنه، مسلمون درست می کنه. طرف تسلیم میشه، میگه جواب ندارم بدم، لال شد. خب حالا مؤمن شد، آقا قبول کرد دیگه. آقا قبول که کرد میشه مسلمان، مؤمن هم شد، ایمان در قلبش وارد شد. یک کلاس درس این کارو نمی کنه. تو کلاس درس باید درباره ورود ایمان به دل با بچه ها حرف بزنن، بگن آقا این فرق میکنه با مسلمون شدن. این درس هایی خوب بحث هایی که ما میکنیم اینا برای مسلمون شدنه، یعنی تسلیم شده، مسلمون شده، مؤمن نشده. ایمان یه چیز دیگه است. ایمان عاشق خدا که شد اون وقت ایمان داره، اون یه بحث دیگه است. و این هم علم و معرفت خاص خودشو میخواد که معمولا ما ها دیگه خودمون بیشتر از این زحمت نمیدیم. بیشتر علم کلام، یک عالم فلسفه اخلاق کتابشون رو ترجمه کرده بودن وقتی که ما فلسفه اخلاق گپ و گفت داشتیم مباحثه میکردیم، یکی از رفقای ما تازه کتابشون رو ترجمه کرده بود، تو مقدمش حرف جالبی زده بود، گفته بود اصلا علم فلسفه اخلاق برای این درست شد که مردم میخواستن از زیر توصیه های اخلاقی فرار بکنن، بعد یه دفعه زیراب مبنایی زیراب اخلاق رو میزدن، میگفتن اصلا کی گفته این ارزشه، ارزش رو اصلا کی تعیین میکنه، ارزش ها نسبی هستن یا مطلق هستن، ارزش ها نسبت به اقوام چقدر عرف ارزش تعیین میکنه، دین اصلا چرا باید ارزش تعیین بکنه، آیا من اگه این دین رو قبول نداشتم باید ارزش هاشم قبول بکنم یا رد بکنم. هیچ علمی درست شد به نام فلسفه اخلاق. بعد اون عالم فلسفه اخلاق فیلسوف غربی البته میگفته که بالاخره اگر فرار مردم از زیر دستورات اخلاقی نبود هیچ وقت همچی شرایطی پیش نمی اومد که علمی به نام فلسفه اخلاق درست بشه. علم فلسفه، علم کلام هم همینه، مثلا به همین دلیل گفتن کلام در گفتگوی با معاندان، ولی یه آدم سالم مثلا شاید علم کلام نخواد. ایمان فطری که ارزشمندترین نوع ایمانم هست، نه اینکه استدلال نخواد، اصلا استدلال رو ذهن خودش تولید خواهد کرد. استدلال چیزی نیستش که آدم بخواد زیاد مجبور بشه اونا رو یاد بگیره. پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کی بچهای منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، خودش میفهمه. اصلا خدا خیلی وقتا تو قرآن کریم انتظار داره ما خودمون بفهمیم خیلی چیزا رو. ما آدم سالم عناد نداشته باشه، نخواد در بره. بله یه وقتی کسی میخواد در بره هی سوال میکنه، بله سوال ارزشمنده، ولی حسن سوال نصف العلم. خوب سوال کردن، سوالی که از سر گریز پایی باشه، سوالی که از سر اعتراض باشه، سوالی که پیشا پیش طرف نفی داره میکنه هر نوع پاسخ مثبتی رو، این سوالها همون سوالهاییه که این سوالها که چه عرض بکنن، خیلی بهتر از این سوالها همون سوالهاییه که حضرت خضر علی نبی نابعالی علیه السلام به حضرت موسی فرمود سوال نکنی هم منا. حضرت موسی هم خیلی راحت قبول کرد، خب باشه سوال نمی‌کنم، مگه چیه ما سوال نکردن که کاری نداره. اولش فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی، گفت چرا من صبر میکنم، من صبر میکنم ایشون، ما اصلا خودمون پیغمبریم، این کاره ایم اصلا، چرا صبر؟ چاش ما الان خودمون کلی به مردم میگیم صبر کنن، صبر میکنن، حرف ما رو گوش میدن، ما خودمون صبر نکنیم، ما صبر میکنیم، اشکال نداره. فرمود پس سوال نکنی از ما، من خودم برات بعدا توضیح میدم. گفت خب باش سوال نکن، چه توضیحای راحتی میکنی. بعد یه دفعه دو سه تا کار خضراسا انجام داد، نتونست آقای موسی، حالا جالب داستانشو میدونید دیگه، کشتی سوراخ، آقا کشتی چرا سوراخ میکنه، خب این کار غلطیه،
ببخشید شما چرا کشتوز؟ فرمود که مگه من نگفتم شما سوال نکن؟ گوه هم باشه باشه. دوباره یه کار دیگه کرد، گوه آقا چرا این کار کردی؟ فرمود مگه من نگفتم به شما سوال نکن؟ گوه هم درسته. دوباره یه کار دیگه کرد، گوه سوال کرد، تازه نمیتونی طاقت بیاری، من که شما گفتم نمیتونی صبر کنی. این جهل رو با ایمان و صبر تحمل کن تا من خودم برات توضیح بدم. نباید اینجا گفتش که آقای موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی دانشمند بودن دیگه نمیتونستن تحمل بکنن. نه، صبر نداشته، این جبجه به دانش نداره. این اینا دیگه قصه قرآنیه دیگه، یک کسی نمیتونه دستوش ببره بگه آقا با یه دونه داستان عرفانی اومد نمیدونم حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام رو مورد سوال قرار داد و سوال کردن رو مورد سوال قرار داد. و این دیگه سه بار در قرآن کریم یاد، چهار مرتبه الان یادم نیست، میفرماد سوال نکن. آقا سوال کردن که خیلی چیز خوبی، اصلا دانش با سوال نقل و انتقال پیدا میکنه. آقا سوال انگیزش چی باشه؟ سوال انگیزش چی باشه؟ بعضی وقتا تو قرآن کریم خداوند متعال نسبت به نظر دادن ایراد میگیره، پیش فرض و مقدمه ذهنی و روحی نظر دادن رو برمیداره مورد نقد قرار میده، نه خود نظر رو. میفرماید که در سوره یاسین سوال میکنه که میان سوال میکنن از پیامبر الهی آیا ما بدنمون پوسیده بشه دوباره زنده میشه؟ و خدا میخواد جواب بده، ببین چجوری جواب میده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. و من خودش رو فراموش کرده داره سوال میکنه، این سوالش ارزش نداره. اگه خودش رو فراموش نکرده بود اصلا سوال نمیکرد، خودش میفهمید. آه خدا بالاخره سوال کرده، شما جواب بده، نه من تو ذوق بچه دیگه من بی خود سوال کرده. میخوام میگم روحیه علمی رو و آداب پرسشگری نه یه کمی تو فضاش نزدیک بشیم. آیه شهیدی رحمت خدا بر او باد، یه محرمی بود اینجا تشییع جنازه شد سالهای قبل، روز بله علی اکبر هم بود گویا، فرزند ایشون هم شهید شده بود تو دفاع مقدس. ایشون میفرمودن که یه دانشجوی یه مقاله به من داد، من این مقاله علمی رو خیلی زحمت کشتم شما بخونید استاد. بعدش هم به من گفتش که بگو اصلا من دنبال این کارا باشم یا اصلا کارمو برم عوض کنم، یعنی برم شغلمو عوض کنم، به درد این کار نمیخورم. حالا از سر مزاح و از سر مثلا نمیدونم چی، شاید اینو گفته بوده اون آقای دانشجو. منم خوندم و چند روز بعدش وقت گذاشتم حسابی مقالهشو خوندم، نقدی هم براش آماده کردم، نکته‌ها رو یادداشت کردم که بیاد بهش بگم. بعد که اومد بهش گفتم که اولا اون سوالتو جواب بدم، به نظر من تو برو یه شغل دیگه پیدا کن، مقالت به درد نمیخوره. میخواستم بقیه حرفامو بزنم، انقدر این دانشجو ناراحت شد بلند شد رفت بیرون درو بست. اونجا نوشته آیه شهیدی که وای نستاد من بهش بگم که ولی اولین مقاله‌ای هم که من نوشتم استادم به من همین حرفا زد. یه فضاییه دیگه، الان ببین یه چیزایی به آدم میگه، داستان حضرت خضر چیزی به آدم میگه، بالاخره یه فضاییه. اینا انشالله خودتون برداشت لازم رو داشته باشید. محبت اگر بیاد اون اصل دینه. آقا شما بحث اخلاقی را با بحث دینی قاطی میکنید، ببین این دیگه اونجاست که دیگه آدم کفرش در میاد. بعد ایسیرس میگه که اصلا ما چیزی به نام علم اخلاق در اسلام داریم یا نداریم، دیگه اون روی آدم دیگه نکنیم دیگه. البته بنده تنها گوینده چنین سخنی نیستم، در کتابای حضرت امام ببینید اخلاق یعنی شما یه بار بیا مؤمن بشو بعد یه بارم برو اخلاقتو درست کن. چی میگی شما؟ کجای قرآن نوشته؟ یه بار فرمود نکل اعلی خلق عظیم، که این خلق هم معلوم نیست معناش چیه، دقیقا ملکات نفسانی به معنای علم اخلاقی که شما میگی نیست، مثلا اخلاق معاشرت و اینا اون برخورد هاست. بعد شما دیگه همه چیو حالا دیگه اونجا دیگه شما تأمل بفرمایید سر این موضوع.
آقا کسی مؤمن بشه اخلاقش هم درست میشه دیگه، چون عشقش رفته طرف پروردگار عالم. خب دیگه حب نفس نداشته باشه، خدا را خودش بیشتر دوست داشته باشه، چه مرضی داره؟ چه ایرادی؟ این چشم میشه این وقت دیگه ایراد نداره. یه بار بیا مؤمن شو، بله، یه بار بیا مسلمون شو، یه بار برو کلاس اخلاق، من قبول دارم، چون مسلمون که مؤمن نیست، آدم نشده که هنوز، مسلمون شده، رسمی قرارداد بسته باهات. اما مؤمن بشه، اینجا میفرماید مؤمن باید محبت به ولی خدا، محبت به خداش بیشتر از محبت به خودش باشه. یه کلمه بگم بریم کربلا که وقتشه. اونم این که خب آقا من خدا رو بیشتر دوست داشته باشم، از بچه‌هام اینو به بچه‌هام بگم و بچه‌هام ناراحت نشن. بچه‌هات ناراحت نمیشن، نترس، اونها تجربه تو رو دارن، میبینن که تو از همه پدرها بیشتر بچه‌ت رو دوست داری. تو اگه خدا رو بیشتر دوست داشته باشی، بچه‌ت هم بیشتر از همه پدرها دوست خواهی داشت، چون دیگه از ناحیه محبت خدا میایی، یعنی برق تو، سیم تو وصل کردی به برق سفاز و سیفاز خدا، بعد از اونجا یه شعبه بگیری برای بچه‌ت، چی میشه این محبت؟ خانم تو، شوهر تو دوست داشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ اصلا یه چیز دیگه است. پس اینکه خدا رو بیشتر از بچه‌هامون دوست داشته باشیم، نتیجه‌اش اینه که بچه‌هامون رو بیشتر دوست خواهیم داشت. اینو عوام نمیفهمن، ولی شما دیگه خودتون الحمدلله استاد این مسائل هست. محبت ها قطع نمیشه، تقویت هم میشه. و نکته دیگه این که اگر ما خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم، هوای خودمونم بیشتر خواهیم داشت. به این سادگی ها خودمون رو ارزون نمیفروشیم، یه جوری خودخواهیمون بیشتر خواهد شد، ولی بدون آزار، بدون سیاهی، بدون خار، چی میشه آقا؟ مثلا یه زندگی دیگه است. نکته آخرم که ورودیه به کربلامون باشه عرض بکنم اینه که زیادم دوستان من دنبال این حرفا نباشید، چون هر کی عاشق خدا باشه بره ها، پشت سر خودش شهر سوخته به جا خواهد گذاشت، دلها رو میبره، اهل بیتش میمیرن براش، مگر اینکه این هیچ وقت از دنیا نره، این آتش به پا میکنه. زیاد عاشق خدا نباشید و همه عاشقتون خواهند شد. وقتی عاشقت بشن نریا، هلاک میکنی همه را. این دیگه اون قسمت اضافی حرف هست که من دیگه از باب استعاره دارم یه حرف رو میزنم، و داد باید همه عاشق خدا بشن. ابا عبدالله حسین تا با علی اکبرش خداحافظی کرد، خودش خداحافظی نکرد مفصل با علی اکبر، اما صدا زد اکبرم برو با خیمه خداحافظی کن. من نباید زیاد تو رو در آغوش بگیرم که مبادا این قربانی خصوصیم که دارم میدم یه وقت شایبه ای توش بیاد، اما اکبرم منتظرتن اهل خیام. وقت علی اکبر اومد با اهل خیام خداحافظی بکنه، آتشی به پا شد در خیمه. شما فکر میکنید خیمگاه ابا عبدالله حسین چند بار آتش گرفت؟ یک بار، اونم عصر عاشورا. نه به خدا قسم، لااقل سه مرتبه خیمگاه آتش گرفته. یکی وقتی علی اصغر جلوی خیمگاه تیر به حلقومش خورد، شیونی از این بچه ها بلند شد، آتش گرفتن دلها. به خدا دلها آتش میگیره خیلی بدتر از خیمه هاست. کی به کی پناه ببره؟ کی کی رو تسکین بده؟ علی اصغر کودکیست که تو بغل همه شون داشته بزرگ میشد. بار دیگری که آتش گرفت خیمه ها، موقع خداحافظی ابا عبدالله حسین و قاسم ابن الحسن بود که هر دو غش کردن رو زمین افتادن. حسین سرور این اهل بیت غریب و کوچکه، ولی وقتی حسین علیه السلام اینقدر گریه کنه رو زمین بیفته، دیگه حال بقیه رو بفهم.
یکی از دفعات دیگری که خیمه آتش گرفت و این اولین باری بود که خیمه آتش گرفت، وقتی علی اکبر اومد تو خیمه خداحافظی بکنه به لذا ابوالفضل عباس، میدونید خداحافظی نکرد. دیده بود این تجربه رو داشت، اومد یه دفعه دید بچه‌ها دارن یه جوری بهش نگاه میکنن، مشک و برداشت، بچه‌ها برم آب بیارم، خداحافظی دارم. لا اله الا الله. فرمود اکبرم برو با خیمه خداحافظی بکن. هرچی منتظر شد دید علی اکبر بیرون نمیاد، وارد شد دید همه این بچه ها دورش رو گرفتن دارن زجه میزنن، دارن گریه میکنن. وقتی رفت به میدان مثل ابر بهار گریه میکرد. خب این قربانی خودشه، یه وقت در محضر بارگاه ربوبی بی ادبی نشه که من چرا اینقدر دارم میسوزم برای علی اکبرم، انگار حسین میخواد دلیل بیاره برای خدا که خدایا من ناراضی نیستم از اینکه قربانی بدم، اما این همه سوختن من تو میدونی برای چیه. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، شبیه ترینه. آیا کار خوبی بود این همه گریه میکرد؟ سند قرآنی برات بیارم. یعقوب برای یوسف انقدر عشق ریخ، با اینکه میدونست یوسفش بر میگرده میره پادشاه میشه، میره تاج به سر میذاره، نه فرق شکافته بشه، انقدر گریه کرد. خدا فرمود اشکال نداره پدره، من میدونم چه پسری بهش دادم، یوسف. به خدا قسم یوسف کجا، علی اکبر، حسین کجا؟ حسین حق داره اینقدر گریه کنه برای علی اکبر تا چشمهای خودشو از دست بده. خوب شد زینب از خیمه بیرون زد، اگرچه از میان نامحرما عبور کرد،